بسم الله الرحمن الرحیم دوستان گرانقدر به بخش دوم درس روز هشتم برنامه کویک بوکس خوش آمدید. در درس قبلی ما روی ازی گپ زدیم که چه قسم ما میتونیم در برنامه کویک بوکس سینگل وندر اضافه کنیم، یعنی اگر ما خواسته باشیم یک دانه وندر در برنامه کویک بوکس اضافه کنیم چه قسم میشه، روی ازو ما گپ زدیم. امروز ما شما روی اضافه کردن چندین دانه وندرز یا وندر، یعنی adding multiple vendors to QuickBooks روی ازی گپ میزنیم. چه قسم ما میتونیم چندین دانه وندر همزمان در برنامه QuickBooks اضافه کنیم؟ خب میایم روی add multiple vendors کلیک میکنیم. مثل که ما و شما در بخش کستومر گفتیم، از این کماند ما وقت استفاده میکنیم که سیستم قبلی ما مکمل در پروگرام اکسل باشه و شما میخواین که دیتایی که در اکسل دارین شما او را به سیستم کمپیوترایز یعنی کویک بوکس تبدیل کنین، در او تو حالت ما شما از این کماند استفاده میکنیم. پس اگر ما خواسته باشیم که 1500-200 وندر است در پروگرام اکسل پیشی ما، یک لست مکمل داره، اونمو لست بخویم در برنامه کویک بوکس در اینجا انتقال بدیم، ما از طریق اینمی کمان که برنامه adding multiple vendors یاد میشه انجام داده میتونیم. خب اگر 3-4 تنها وندر است میتونی خودی در اینجا نوشته کنی به اساس اینمی کالمایی که برای ما در اینجا داده. اگر این کالما را بعضی یا یک تعدادش به نظر مهم نیست، ضروری نیست، میخوایی که از بین ببری، میتونی در قسمت کستومایز کالم در اینجا که آمدی بگو بیادر ما فقط وندر نیم کار داریم، کمپانی نیم کار داریم، به مشکل ایرم کار نداریم، فرست نیمیشه، میرلی نیشلش، لست نیمیشه، فون نمبرش باشه، فاکسش کار نداریم، ایشم کار نداریم، فقط ایمیل ادرس و ادرس فرست ادرس کار داریم بس. و بعد از اوکی کلیک میکنیم. شما ببینیم که اینمی شیتی که به شکلی شیت مایکروسافت اکسل است برای ما چی شد؟ کستومایز شد. اینمی 5 دانه کالم برای ما دیگاهش از بین برد. اگر مستقیم میخوای که از همیشه دیتا را انتری کنی خودت، نامای وندر را در اینجا بیا اضافه کن. مثلا نوشته میکنم که یک وندر است به نام احسان الله امرای ما شما و نام کمپانی ازی که است MCITs وزارت مخابرات Ministry of Communication and Information Technology. فون نمبرش چیست؟ ما اینمی فون نمبری که در بالاست اینمی را کپی میکنم، کنترل سی و این قسمتی را اضافه کردم به خاطر از اینکه وقت ضایع نشوه. ایمیلم فقط اونمو ایمیل یا اینجا نوشته میکنم که info@mcit.gov.af را اضافه کردم و ادرسش نوشته کو، مثلا نوشته کردم که دیستریکت نمبر 4 نوشته کنم یا تو هر کدامش که باشه، دیستریکت نمبر 4 این نوشته کنم. و بعد از او اگر ما سیف چینجز کلیک کنیم و رینسل کنیم برای ما میگه که شما دو دانه وندر را در برنامه کویک بوکس چی شد اضافه کردیم. بعد از او ما اوکی کلیک میکنیم، وقتی که اوکی کلیک کردیم و کلوز کلیک کنیم بین شما امرای ما شما امو وندری که ما شما اضافه کردیم در اینجا چی شده؟ آمده به نام احسان الله. یک چیز متوجه باشین که ما در اونجا یک وندر اضافه کردیم. اگر متوجه شده باشین شما مگم برای ما در مسیج گفت که دو دانه وندر اضافه شد. خب خیر، گاهی گاهی میشه که یک چیز اشتباه میشه. بر صورت اگر لیست وندرها پیش شما در پروگرام اکسل است و میخواین که از اکسل در پروگرام کویک بوکس رو کپی پیست کنین، باز میایم ما شما روی add multiple vendors کلیک میکنیم. وقتی که را کلیک کریم باز اون صفحه مشیر قبلی برای ما باز میشه. میریم دمو لیستی که در پروگرام اکسل است پیش ما، ما در روی دسکتاپ یک فایل اکسل داریم به نام vendor information، ای را دبل کلیک میکنیم تا باز شوه. این لیست پیش ما باز شد و در اینجا امرای ما 3 دانه وندر است. اگر مکمل از این را کپی میکنین، مکمل امو تو کلش سلیکت میکنین و اینمی دیتایتان به اساس فرمت اینمی شیت است، مثلا در اینجا نام وندر است، نام کمپانیش است، مین فون نمبر است، ایمیل ادرس،
اینجا شما ببینید که همین چیزها هست، یعنی اسنام وندر هست، کمپانی نیم هست، اینجا جاب تایتل هست، این با او سر نمیخوره. پس در این تو حالت ما چی میکنیم؟ اول اینی دو کالمی که یکسان هست، یک چیز هست، اینمی رایت کلیک کاپی میکنم، میرم در کویک بوکس، در اینجا چی میکنیم؟ کنترول وی میگم که دو دانه کالم چی شوه؟ کاپی در اینجا پیست شوه. بعد از او فون نمبر در اینجا هست، در اینجا پیش ما شما بله هسته، اینمی فون نمبر ارسیش کاپی میکنم، در این قسمت ای رسله کردم کاپی گفتم و میایم در برنامه کویک بوکس این قسمت ای را کلیک میکنم و پیست میگم، ارسیش دیجا چی میشه؟ پیست میشه. ایمیل ادرس اینجا هست، در اونجا ما نداریم، ادرسش به اینجا ایمیل ادرس جایش خالی است، اما تو خالی میمانیم. ادرس در اینجا هست، در اینجا وجود نداره دیگر، نیاز نیست دیگر، در اینجا ما چی کنیم؟ خود ما نوشته کنیم، چون وقت کار داره، وقت ضایع میشه. پس اگر 1000 نفر هم باشه، به این شکل شما در پروگرام اکسل میرین و را کاپی میکنین و در اینجا پیست میکنین، بعد از او سیف چنجز میگیم. وقتی که سیف چنجز کلیک کردیم، برای ما میگه که سی دانو وندر ریکارد هاف بین سیفت، بعد از اوکی و بعد از او کلوز میگیم. این حال شما ببینین اونمو سی دانو وندری که ما در اینجا اضافه کردیم، در اینجا ممره ما شما چی شده؟ اضافه شده. ای بود من دوستا طریقی اضافه کردن ملتیپل وندرز در برنامه کویک بوکس.